سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان درباره اعدام 13 شهروند زندانی این کشور که زیر شکنجه ناچار به اعتراف به جاسوسی شده اند به شدت ابراز نگرانی کرد و ریاض را از انجام این اقدام برحذر داشت. سازمان مزبور با صدور بیانیه‌ای در عین حال خواستار محاکمه ی همه ی کسانی شد که در نقض حقوق قربانیان و شکنجه ی آنان دست دارند. این بیانیه با اشاره به تأیید حکم اعدام 13 شهروند عربستانی توسط دادگاه عالی سعودی به اتهام واهی جاسوسی تاکید کرده است که این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی سعودی برای حقوق قربانیان ارزشی قائل نیست و زیر شکنجه از آنان اعتراف گرفته است این بیانیه می‌افزاید اقدامات عربستان از ابتدای بازداشت خودسرانه افراد و روند محاکمه آنان نشان می دهد که ریاض برای قوانین بین الملل نیز هیچ ارزشی قائل نیست و زندانیان حتی از داشتن وکیل نیز محروم هستند. سازمان مسبور تأکید کرد که فقدان عدالت در قضاوت و جانبداری دادگاه ویژه جنایی سودی از دادستانی کل این کشور باعث ناپدید شدن اجباری اکثر زندانیان می شود و آنها طی این مدت از برقراری تماس با جهان خارج محروم میمانند. در همین زمینه تعدادی از این سیزده محکوم به اعدام قبل از محاکمه سه سال را در زندان به سر بردند و شماری نیز سه ماه را در زندانهای انفرادی سپری کردند. برخی فعالان میگویند که مقامات امنیتی سعودی برای گرفتن اعتراف از بازداشت شدگان آنان را تحت شکنجه جسمی و روحی قرار می دهند تا این افراد مطالب نوشته شده توسط نیروهای امنیتی را تأیید کنند. به گفته این فعالان حقوق بشری شکنجه افراد بازداشتی شامل محرومیت از خواب، قرار دادن دست و پای زندانی در غل و زنجیل، ضرب و شتم و محروم نگه داشتن زندانی از دیدار با افراد خانواده اش می شود.